اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. شکوفاتر از نور بادا جهانم، صدایت، نگاهت، صفای روانت. وطن نقش یک خانه جاودانه، از این سو یک ساحل بیکرانه، از آن سوی باقی پر از درو شیراز، پر از قمری و بلبلان گرم پرواز. وطن شعر حافظ، غزلهای سیمی، سرود ملک، ایرج و شعر پروین. وطن شعر حافظ، غزلهای سیمین، سرود ملک، ایرج و شعر پروین، حکیم خراسانی طوس جاوید. به شاهنامه‌اش شعله زد برق امی، به مازندران خانه دوست پیداست، رضا شاه سردار ایران همانجا. به تبریز ستار جانم غمین است، مهابات هم حال و روزش همین است. فقیه جنایت به تیر و به خنجر، بدرید بازوی رحمان به نشتر. شرفکندی سرفرازان به افسون، بشد غرقه در بستر خون. به کرمانشاهان داغ فرهاد در دل، ز ترس حضورش فقیهان بزدل. فراری به هر سوی در فکر جانم، شب و روز از چشم مردم نهانم. لرستان و ایلام دلخسته در خون، چنان خرم این شهر و اهواز و کارون. چه گویم ز بوشهر شیران ایران، که 40 سال می سوزد از داغ یاران. رهم تا به کرمان و ماهان کشیده، ز بام بلوچ هم خوشی پرکشید. علیرضا نوریزاده، 7 ماه ژوئن و 17 خرداد از خالیده برگشتی رهلت مقام معظم قبلی. حالا به اون بیچاره مقام معظم هم نمیگفتم، به این دارم میگم. اون یه امام زدن کلش رو کندن، ولی خب این مقام معظم ولکن نیست. اما عجب ویکند جالبی داشت، پر از تفریح، پر از خنده. اولا چهره آقای سردار محسن رضایی میرقائد، یا اسم قبلیشون سبزوار رضایی میرقائد، با بوتاکسی که زده بودن چپ و راست، پیشونی زیر چشم، ولی چشا بیشتر بسته شده بود. اما محسن آقا از این کارا نکن، به تو نمیاد این کارا. کراک گیبل که نیستی که بخوای حالا یه ذره این چورکا رو برداری، به تو نمیاد. برد هم نیستی، اون کار قبلی تو میکردی، همون نهی که میزدی سر تپه. حالا میگه من دکترای اقتصاد دارم از دانشگاه تهران و دکترای منم آقای نمیدونم فلان که از شماست تایید کرد. خیلی جوک بود، خیلی جوک بود و من کلی خلاصه جای شما خالی خندیدم. البته ناچار بودم تحلیل و تفسیرم بکنم، برای اینکه مرتب تلفن ها زنگ میزد. ولی به نظر من یکی از دیدنی ترین
مناظرات تاریخ ایران بود. یعنی عنوان مناظره نمیشه گذاشت. 7 آدم شورای نگهبان اینا رو تایید کرده که اینا از از خودمونن، از نوکران مقامن. بعد اینا اومدن آبروی برای رژیم نذاشتن. یکشون برگشت گفت 50 سال پیش مردم ما دارن، حالا اون 8 سال هم گذاشت اونجا برای اینکه حالا یک یقشو نگیرن بگن تو 42 سال گفت. نه آقا من اونم گفتم. و واقعا تلخ و دردناک بود که آدم بیاد بشینه به 7 نفر گوش بده میگن رئیس جمهور بشن. یکیشون که قاتل مشهوره میاد اونجا و معلوم میشه تصدیق شیش ابتدایی هم نگه، بعد عصبانی میشه دار. واقعا اینا رو وقتی من دیدم، دیدم ما با یک مضحکه‌ای روبرو هستیم که سید علی خامنه‌ای هم احتمالا خودش خندیده بر این مضحکه‌ای که درست کرد. ایشون گفتن بله جفا شد به بعضی از نمایندگان. میدونی چرا این کار رو کرد؟ من بارها اینو گفتم، در چندین مصاحبه عربی و فارسی هم گفتم. یعنی خامنه‌ای در طول اون 2-3 روزی که وقتی شورای نگهبان با صلاحیت ها رو اعلام کرد، مورد حمله شدید افراد درون هیئت حاکمه قرار گرفت. دیگه بالاتر از این که آیت الله جواد حجتی کرمانی بهش گفت آقا چرا مردم زحمت میدی؟ تو که انتخاب تو کردی بذار خب رئیسی بیاد دیگه، چرا این همه هزینه و خرج. روبرو شد با یک موج نفرت جدید، نه در برابر در بین مردمی که اصلا نمیخوان شرکت کنن و انتخابات رو تحریم کردن، نه از سوی افراد خود نظامش، خاندان خمینی همش، از دختران خمینی فریده خانم، فهیمه خانم، همش، از آقای حسن آقا، علی آقا، احمد آقا، همه ردیفی، خانواده رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی، از خانم مرعشی، دخترها، پسرها، حالا فقط آقازادش و محسن آقا که میخواد دوباره هنوز سری تو سرا دراره، بقیه همه گفتن آقا قلابی. خانواده لاریجانی، 5 تا برادر گردن کلفت اومدن و حالا چیکار میکنه خامنه‌ای؟ نمیخواد اینا بیان. خامنه‌ای نمیخواد انتخاباتش جنجالی بشه، نمیخواد لاریجانی شانس سید ابراهیم رو پایین بیاره یا شانس جلیلی رو پایین بیاره. پس چیکار باید بکنه؟ آتشی افروخته، ولی آتش باید بر ابراهیم گلستان بشه. چه میکنه؟ وارد آتش میشه، به شورای نگهبان میگه ظلم شده به بعضی ها، همه دست میزنن، بعضی ها توی لندن توی این کلاب هاس ها به 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 خونچه بیارید، لاله بکارید، لاریجانی جون هم اومد. خیلی عجله کرد. من همون روز برگشتم بودم این بازی خامنه ایه. anyway آقای خامنه ای به شورای نگهبان گفت ظلم شد. شورای نگهبان هم رفت، یه روز نصفی بعد اومد گفت نه آقا ما اصلا گوش به حرفایی که علیه آقایون زدن که ندادیم، ما مدارک خودمونو داریم. یعنی تا به حال میگفتن لاریجانی دخترش چون دکترا گرفته تو امریکا، این امریکایی شده. خب لاریجانی گفت نشده، اونجا داره تدریس میکنه. پس چیز دیگری بوده که اگر اعلام بشه باعث آبروریزی میشه. برادر ایشون رشوه میگرفته، اون یکی برادرشون با امریکایی‌ها سر و سر داشته. خب چه ربطی به این داره؟ علی آقایی که نوکری خودشو برای سید علی آقا ثابت کرده چرا باید شرکت کنه؟ حالا شورای نگهبان که اینو میگه، رهبر سربلند جلوی ایران جهان، ببینه ما دموکراسی داریم، شورای نگهبان حرف منو که تو سر ظریف و روحانی میزنم هر غلطی من میخوام اونو انجام میدن. ببینی چه نظامی داریم. در این نظام اسلامی شورای نگهبان به من میگه نه. به 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 بلازم به این جمهوری دموکراتیک، این کره شمالیه، اونم جمهوری دموکراتیک. حالا ما یه اسلام هم اضافه داریم. در هر حال بنده به خدمت رهبر میگم
این بازی رو باختی، باعث بی آبروزی بیشتر شد. هیچ کس قبول نکرد که این بازی مثلا شما واقعا گفتید رسیدگی. نه آقای خامنه ای، شب قبل از اعلام لیستا وقتی که فارس نیوز چاپ کرد، ساعتی قبلش آمدن خدمت خودتون، رئیس اطلاعات سپاه با معاون سیاسی وزارت کشور اومدن نزدشون، لیستارم گذاشتن جلوتون. اتفاقا احمد جنتی و آقای کت خدایی و همینطور آقای لاریجانی اینا رأی دادن علی آقا صلاحیت داد. اینم نمایشی بود که حالا صادق نه ولی بقیه نمایش خواهی سخنگوی شورا و رئیس شورا رأی به لاریجانی داد، اما دموکراسیه اونای دیگه ندادن و لاریجانی رد سر. اما لیستو گذاشتن جلو آقای خامنه‌ای، هم جهانگیری توش بود و هم لاریجانی. با قاطعیت بهتون میگم، اطلاعات هم دقیقه آقای خامنه‌ای خط کشیدن. یه موقعی اول انقلاب آقا جانشون آقای خمینی دور آدمایی که باید رو پشت بام امضا اعدام بشن امضا میکه خط میکشتن، حالا ایشون آدمایی که نباید در انتخابات شرکت. آقای مرحوم دکتر صحابی سالها پیش حرفی رو زد که براتون پخش میکنن که یادتون باشه، نوکر بودن شورای نگهبان اگر را اما نداره، تردیدی درش نیست. و این مرحوم مهندس صحابی که در روز به خاک سپردنش دخترش هم کشتن با. ببینیم این کلمات رو. بابا این شورای نگهبان نوکر مقام رهبریه، میفهمی؟ آقای صحابی مقام رهبریه، مدرک مجلس پنجم خیانت کرد. آقای صحابی، شورای نگهبان نوکر رهبری است و از اول خیانت کرد. به مناظره میپردازیم، مناظره بررسی میکنیم، اما قبل از اون نگاه کنیم به توفه آرادان. ببینیم احمدی نژاد در این قائله که فریادش به آسمانه که چرا منو تایید صلاحیت نکردید، احمدی نژاد خودش میدونست تایید صلاحیتش نمیکنه. میخواست یه بار دیگه نقش رابین هود رو در رو بازی کنه. آقا به تو اجازه نمیدن، دربار خیلی ازت دلخوره، مقام معظم اعلی حضرت سلطان خلیفه ازت دلخوره. میگه تو رو من از سطح خاطروبا آوردم رئیس جمهوری کردم، حالا یقه من رو گرفتی؟ پدرش رو در میرم، بذار انتخابات تموم بشه. الان یه پرونده برای آقای احمد اینجا ساختن، دزدی، سوء استفاده، توطئه، آدم کشی و ارتباط با بیگانه برای برندان. یه پرونده بزرگ برایش تائب ساخته و آقای خامنه‌ای هم زیرش رو امضا کرده، پروف کرده که این بلا بدون برو بگرد باید انجام بشه. بنابراین منتظر باشید که سرنوشت آقای احمدی نژاد بهتر از سرنوشت مرحوم رجایی نخواهد. خیلی هم میگن بله این مجاهدین بودن، منافقی بودن، رجایی رو کشتن. نه، همونایی که چمران رو کشتن رجایی رو هم کشتن، همونا با هنر هم کشتن. اونا نباید بودن، حضور نباید داشتن، چون این آقایونی که میگم بعدن در وزارت اطلاعات چون احمد خمینی رو هم کشتن، اینا باید سوار کار بشن. در حال گوش بدیم به احمدی نژاد، دقت هم کنید روی حرفایی که توفیق آرادان میزنه. دقت کنید. من اعلام کردم تا روز آخر، یعنی تا 28 کار دنبال میکنم، و تو گفتم اگر تجدید نظر نکنند من هرگز رأی نخواهم. بابا اصلا از حد گذروندن، میگه کسی رأی نده مسلمون نیست. بله به خدا ملت اون مسلمونی که تو هستی هرگز نیست. به خدا ثبت کنید برید همه جا داد بزنید،
بنده احمدی نژاد هرگز اینجوری مسلمون. خب کسی با این شکل حرف میزنه رسما هد آف استیت رو چلنج میکنه، رسما سلطان فقیه رو چلنج میکنه. این آدم رهاش نخواهد. و همونطور که بهتون گفتم طرحی ریخته تا بین خودشون هم تصویب شده تایید کرد. خاندان لاریجانی هم ساکت نخواهند نشست. به احتمال زیاد صادق خان مدتی غر میکنه میره به نجف. این احتمال است. من شنیدم از بعضی از آشنایانش. باقر که الان به کلی از سیاست و اینا نیست و آقای جواد خانم مشغول تدریسش و دانشگاه. سرنوشت علی روشن نیست. آیا علی اکتفا خواهد کرد به یه عضویت مجمع یا مشاور مقام معظم؟ خیلی به علی توهین شد. واقعا من اگه جای علی بودم توف میکردم به این سفره ولایت. بولم شدم میرفتم. میرفتم باغ که دارید ببینم، نارنجستان که داری، میرفتم سراغ اون کار. حالم میکردم، چون این رژیم پایدار نیست. این رژیم چنان با سر به زمین خواهد خورد. پوست خربوزه که زیر پاش خود خامنه انداخت، یه جا هم نه، صد جا پوست خربوزه گذاشته و با سر، با زمین خوردنی که سر میتره کرد، نه که فقط بشکنه. منتظر باشید میبین. خب حالا بیانیم سر مناظره ها که تفسیر و تحلیلم خیلی راجوب شنیدید. قشنگ بود برنامه که ایران اینترنشنال درست کرد بود، به نظر برنامه خوبی بود. اتا شاید میر مهدوی آزاد و یکی دیگر از کارشناسان که در استودیو نشسته بود خیلی آگاهی ویژه کارشناسانش رو نداشتن از این که چی خبر، ولی مجری بسیار خوب بود، برنامه قشنگ اجرا کرد. در بی بی سی باز بگم که مجریان خیلی خوب بودن. اتا عادت کردن اینا بعضی وقتی کسایی رو به عنوان کارشناس میرادم تعجب میکنه، آیا اینا اصلا مشق شبشون رو کردن؟ نمیدونم. من زیاد تعجب. قبل اینکه بریم سر مناظره، این بیلبورد های عزیزانمون رو در کانادا ببینیم. رژیم جهل و جور و فساد محکومه و سپاهش به عنوان تروریست. خیلی جالب بود برام این تصویر این نازنینان رو دیدم. چقدر زیبا بود. جوانان وطنمون که رژیم آدم کش با سرنگون کردن هواپیماشون را کش. مردم اینا رو دقت کنید، این جنایت رو دقت کنید. اونایتون که میگید برید در انتخابات رأی بدید، یه ذره تأمل کنید که این رژیم با شما چه کرد با فرزندانتون. یه خود دقت کنید. حالا میام به مناظره انتخاب. مناظره جالب بود از این نظر که اینا لباس هم دیگر کندن، آبرو برای هم نگذاشتن. اوریان اوریان 42 سال، این آدم هایی که دیدیم هر کدوم به نوعی در حکومت بودن. ریش و موی جلیلی رم سفید سفید کرده بودم از ناطق نوری. ناطق نوری یه روز از خونه اومد بیرون سفید سفید. گفتن آقا ناطق چرا این کار کرد؟ گفتن خب میخواد سری تو سرا داره. مرحوم گرکانی نازنین مردی در وزارت کشور از دوستان صمیمی پدر محسن خاتمی بود، ایشون هم در وزارت کشور صاحب منصب عالی مقام بود. در زمان اوایل رضا شاه میشود فرماندار بوشه. حالا یه جوان 25-26 ساله که تازه لیسانس گرفت. خب این شهرهایی هم مثل بوشه رو جنوب شهرهای بزرگ، اینا تیول شاهزاده قاجار بود و در واقع پولی میدادن میرفتن اونجا حاکمش. حالا یه جوان تحصیل کرده داره میره، جوان اون قبولش نمی کنه. رئیس مثلا پست و تلگراف اونجا دو برابر این سن داره، معاون استاندار یا فرماندار دو برابر سنش، دو برابر این سن. مرحوم کرکانی گفت منم رفتم بیرون شهر به شیوه باب 40 روز نشستم تا این ریشه در اومد.
بعدم یکی از این شیخ‌های محلی رو گفتم آشیخ ما چجوریشون رو سفید کنیم؟ گفت سفید؟ همین ها سیاه میخوانم. گفت من سفید بکنیم. خب خلاصه اونم یه چیزی رو برد و مالید موردشون شد سفید. یک کلاه هم گذاشتیم سرمونو، یه عصا هم دستمونو، وارد شهر شد. اون وقت مردم قبولمون کرد. خود من درس میدادم، خیلی جالب بود، مدرسه خدمات اجتماعی دانشگاه خدمات اجتماعی. بعد شاگردم سناشون از من بیشتر بود، ولی خب این انبوه ویشی که داشتیم و موی بلند کمک میکرد. حالا به هر حال آقای جلیلی هم سفید کرده بود یه دست که بگه آقا ما سنی داریم، عمری داریم. بعدم تعریف کرد ما در 6-7 سال گذشته کمیسیون داشتیم، تحقیق هیچ کاری نکردیم، نه کمیسیون داشتیم تحقیق کردیم، آتیش آقا رو باد میزدی. از این حرفو نزن برمی. اما توی این گفتگوها مناظرات دو نفر به اعتقاد من کمکی صداقت داشت و در این حال یکیشونو من اندکی میشناسم، آقای مهرعلی زاده. قبلا براتون گفتم وقتی خاتمی به عربستان دعوت شده بود، مهرعلی زاده که درس خونده خارج بود و آداب و رسوم و بلد بود و شیکترین عضو کابینه بود، مأمور شد که به این آدم خورای سپاه که گاردای محافظ بودن یاد بده چجوری غذا بخورن که اونجا آبروریزی نکنن. و این در طول سفر و قبلش کلاس گذاشت و اینا میمدن و این براشون شرح میداد که پشقابتون جلوتون باید باشه، یک ردیف کوچک غذا توش، چنگال و قاشق و کاردتون کنارش، سعی کنید پشقابتون پر نشه، خدای نکرده آروغ نزنید، نوشیدنی های گازدار اونجا نخورید. به هر حال دارن فیلم برداری میکنن، شما نماینده ایران هستید و همراهان رئیسون، خدا روز بد ندید. خاتمی که خیس عرب بود، حال مهرعلیزاده نمیدونم چطور بود، ولی اینا مثل حیوانات وحشی. محمد یکی که از اون رونه بده خیلی خوب، از این گوسفندای درسته وسط برنج بود، محمد شما یکی از اون رونه بده بینه، عجب چیزی نامستن کش میشتن بذار. محمد چه اون ماسل برانی چی داده توش؟ آه کاکوتی بده بینه. دوغو همینجوری میخوردن، دست بلند میکرد از اونجا خورش ور میداشت، خدا شاهد آب رولیزی. ولی به هر حال آقای مهرعلیزاده این رفتار معقول رو داشته و نوع لباس پوشیدنش، نوع حرف زدنش، در خراسان خوب کارهایی کرده که خیلی ازش تعریف میکنن، متهمم به دزدی نبود. عبدالناصر همتی هم همین، در دورانی که در صدا و سیما بود همکارای من بعضی بودن اونجا و بعضی دیگر دوستانم که هنوز هم هستن، میگفتن این رفتارش رفتار آدمی بود، در حال یادان تحصیل کرده که اونجا نور. حالا بعدش من نمیدونم رفته توی بانک مرکزی، هم خودش مدعی بود که در بانک مرکزی تونسته که ایران رو از ونزوئلا شدن نجات بده. I doubt it. زیاد مطمئن نیستم. خانمشون هم که اومدن اون حرفا رو زدن. حالا به سراغ این دخترای آقای رئیسی و اینا هم خواهیم رفت و اصلا خنده داره بعضی شد آدم میبینه. باری بدین گوش بدین، وقتی که محسن رضا توهین میکنه به ایشون، به آقای همتی، و میگه من اگر رئیس جمهور شدم، نگاه کنید آجان داد میزنه دیگه، اگر رئیس جمهور شدم میدم دستم بزنم بهش، بیکارش میکنم، میگم تو محاکمش کنم، بزنه زندان، ممنوع خروجش میکنم، هنوز هیچ پخی نشده، میخواد بگیره بنده بکشه. و این آدمی که برگشت گفت ما آمریکایی‌ها رو 1000 تا گروگان میگیریم، از هر کدوم 1,000,000 میگیریم آزاد بشن، یه همچی پولی میزنیم به جیب. یعنی شما یه دزد و آدمکش و آدم ربا رو میخواد بکنید رئیس جمهور. من واقعا متاسفم برای رضایی. 4 دوره پیش، 3 دوره پیش که میخواست رئیس جمهوری بشه، طرح اقتصادی داشت برای منم فرستاد با کتاباش همه رو. یک قبخیشی داشت اینجا، اومد پیش من صحبت کرد، گفت آقای دکتر رضایی خیلی ناراحتن،
شما اینقدر بهشون پریدین، گفتم برای من نامه بیار ثابت بشه که ایشون دکترا داره. رفت آورد کتاباشم برای من بود، منم اعلام کردم تو برنامه. به هر حال براش متاسفم. عشق به این که به رئیس جمهوری برسه باعث شد چقدر حرفای زشت و بی ربط بزن. یه تیک از حرفای رضایی رو گوش میکنیم و بعد جواب همتی رو. جناب آقای رضایی به جای اینکه بیان بگن بانک مرکزی مقصره، بگن چگونه میخواستن با گروگان گرفتن برای کشور درآمد ارزی جور کنن. ما الان 6 ماه منتظریم ایشون این اقدام بکنن، هر شاید درآمد ارزیمون به یه جایی برسه. جناب آقای رضایی شما خودتون در مجمع چند بار ما رو معطل کردیم برای FATF. FATF عدم پذیرشش پدر اقتصاد کشور در آورده. شما چرا میرید به معلول میپردازید آقای رضایی؟ من تعجب میکنم از جناب آقای رضایی. حتی مقام معظم رهبری مجددا این طرح رو به مجمع ارجاع دادن، ما رفتیم التماس کردیم آقا این برای مهمه. من میگم رئیس کل بانک مرکزی بودم، میگفتم مهمترین بحث برای من FATF، ولی آقای رضایی تصمیم میگرفتن اونجا. خیلی متشکرم جناب آقای همتی. البته سوال شما در مورد ابر بدهکاران بانکی بود که حالا اگه تو فرصت هایی اون یه کلیپ داریم 7 دقیقه است. اون اولش محسن رضایی صحبت میکنه، اگر امکان داره اون یکی کوچک رضایی رو بگذاریم، چون من گمان میکردم به ترتیب ردیفه. همون اولش که آقای رضایی صحبت میکنه جالبه که ببینیم رضایی چطور ادای یه قلدر رو در آخه بهتم نمیاد. خمینی گفت اعدامت کنن با 2-4 تا فرمانده دیگه، اعدامت بکنن به خاطر بیلیاقتی، به خاطر شکست های متعدد که تو جبهه آوردی با یحیی رحیم صفوی. همین جعفری گفت شما رو اعدام کنن، رفسنجانی نجاتتون داد. اگر ویدیو دم دسته اون یه تیکر رو بذارید لطفا. اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ساعتی پیش به پایان رسید و به جرأت میتوان آن را یکی از جنجالی ترین مناظره ها در تاریخ انتخابات دانست. در این ویدئو مروری داریم بر جنجالی ترین سخنان نامزدهای انتخابات و حملات آنها به یکدیگر. اگر مناظره را تماشا نکرده اید، دیدن این ویدئو را به شما توصیه میکنیم. محسن رضایی در ابتدای مناظره حملات خود به همتی را آغاز کرد. وی گفت امثال آقای همتی دستشان در جیب مردم است. آیا این روش بودجه ریزی است؟ محسن رضایی در انتها گفت چرا باید قطار انقلاب روز به روز کوچکتر شده باشد و تبدیل به یک اسکوتر شده باشد. پس از سخنان محسن رضایی، همتی بلافاصله حمله رضایی را پاسخ داد و گفت آقای رضایی بله، قطار انقلاب اسکوتر خیلی وقت شده. از زمانی که 4 تا آخون و 4 تا نوکر آخون انقلاب رو مصادره کردن، خب تبدیل اسکوتر میشه دیگه. شما حالا رو روک اینا اسکوتر هم نمیفهمن چیه، اسکوتر چه میدونن چیه. ما یادم بچه که بودیم دو تا تختی ورمی داشتیم، اینا رو میچسبونیم به هم، این وسط توی یه سوراخ میذاشتیم، یک بربرنگ اینجا میذاشتیم، یه بربرنگ این، و این میشد رو روک ما. شما هم سوار رو راکین، اسکوتر نگو، اسکوتر یه نظمی داره، یه سیستمی داره، مدرنه. شما با مغزای پوسیده عقب افتاد. شما فکر کن آقای رضایی در 70 سالگی میاد میشینه جلوی دوربین و شرم نمی کنه. بوتاکسی که همه داد میزنه تو سر و روش. واقعا شرم آوره. واقعا متاسفم برای کشوری که این آدم میخواد بشه رئیس جمهوریش. و اونای دیگرش هم، اونای دیگه هم فرق نمی کرد. حضورتون عرض بکنم که باز در این چارچوبی که ما مشاهده می کردیم حرفای عجیب غریب زیاد شنیدیم. به نظر من خوب بدم نم. به سخنان مهرعلیزاده گوش بدید، چون واقعا رئیسی رو بی آبرو کرد. تصدیق 6 ابتدایی رو نداره. این معاونش، این آقای محسنی اجایی، یکی از بچه مجاهدان رو برد براش امتحان داد، دیپلم گرفت، گل داد نمی کشنش و کشتش. بعدم حالا راجب مدارک جناب آقای رئیسی و دخترشون و خانمشون هم که مدارک عالیه دارن در زبان و اون سخنرانی انگلیسیشون رو حالا مگه پیدا میکردم پس میکردم براتون. به هر رو گوش بدیم به مهرعلیزاده حرفاش و بعد یه درنگ کوتاه خواهیم کرد و باز میکرد. اول مهرعلیزاده.
خیلی عذرخواهی میکنم، بعضی من میشنوم که اصلا خیلی من راضی نیستم از اینکه این سوال هی از ما پرسیده بشه یا به حال این مطلب در خصوص جناب آقای گفته بشه که میگن جناب آقای رئیسی سندروم پستی بیقرار شدید دارن، از دادستانی به آستان قدس تشریف میبرن، از اونجا از آستان قدس میان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، از کاندیداتوری ریاست جمهوری میان به قوه قضاییه، از ریاست قوه قضاییه 5 سال شما فرصت کار دارین بر اساس نظر و دستور مقام معظم رهبری در حساس ترین جا تو دنیا، اتفاقا جای مبارزه با فساد در همون سیستم قضاست، اما شما دوباره اونجا هوس ریاست جمهوری میکنین. خب چه تضمینی هست که ریاست جمهوری رو فردا به سودای مقام بالاتر رها نکنید؟ مردم نگرانن، مردم واقعا نمیتونن به این موارد اعتماد کنن. من سوالی که از جناب آقای رئیسی دارم در پاسخی که دادن این است که جناب آقای رئیسی، آیا جناب عالی حاضرید خانواده خودتون رو در جاده چالوس بدین دست یک رانندهی که مؤمن متدینه ولی گواهی نامه نداره و رانندگی بلد نیست ببره و به چالوس برسونه؟ هرگز. من از جناب آقای رئیسی سوالم اینه که شما که فقط از نظر کارهای کلاسیک و تحصیلات 6 کلاس سواد دارید، البته من احترام میگذارم به سواد حوزوی حضرت عالی، ولی با این سواد نمیشه بعد اقتصاد داره کرد. خیلی متشکر. این جوانهای عزیز که دسترسی دارن شما فکر این آقای رئیسی بی آبرو، بی آبرو آدم کش دلنگ کوتاهی میکنیم، باز میگردیم و مدارک و مدارج تحصیلی سید ابراهیم رئیسی آیت الله قاتل رو به اطلاع شما میرسون. با درود دوباره، شعر هوشنگ افتحاشی علف سایه کار مجید درخشانی عزیزم و صدای سارا خدایان، عالی بود. مرسی. خب بریم سراغ بازبینی مدارک تحصیلی مقام معظم در راه. اونجا بهش گفت مهرعلی شده آقا یه روز حوث ریاست جمهوری میکنم فردا معلومه دیگه مقام معظم رهبری. باز هم به من گفتن که مجتبا به شدت با پدرش بحث کرده سر این که من قیم نمیخوام، این مردک رئیسی فاسد آدم کشه، من نمیخوام اسمش به اسم من بخوره، من خودم میتونم رهبر باشم، مگه سن شما چقدر بود رهبر شدی؟ آقا مشتاق به اینجا رسیده تمرد از فرمان پدر هم میکنه. بنابراین اونطور که بعضی از شما برای من نوشتید و حدس زدید، میتواند این انتخابات مطابق اون سناریویی که مقام معظم نوشته نچرخه. به چند دلیل. 1، عدم مشارکت مردم در حد 70-75% باشه. در اون صورت مقام معظم نمیتونه سناریوشو پیاده بکنه. در صورتی که یکی از نامزدهای تعجب برانگیز که قرار نبوده باشه مثل همتی، بخصوص مردم الان دنبال یک برنامه اقتصاد محورن، خدا رحمت کنه دکتر فرابش دائم میگفت در ایران باید حکومت اقتصاد محور بیاد نه سیاست محور. برای همتی اقتصاد محور. آقای رضایی هم میخواد عداشو دراره، اما یه دفعه خلاصه قلتشو دیوان میشه. آقای رئیسی مدرسه سپهسالار، باید برید نوشته های استاد بزرگوارم پدر نازنین من دکتر مهتوی دامغانی رو بخونید، خودش در اونجا بوده، خودش در دورانی که تهران اومده بوده دانشگاه میرفته در مدرسه سپهسالار یه اتاق داشته میرفته درسای فقه و اصول و غیره رو میخوند. یه مدرسه بود مرحوم سپهسالار بود، مدرسه سپهسالار بغلش هم ساختون مجلس هم مال او بود که تقدیم کرده بود به مجلس. دور این زاویه اتاقکای بود، طلبه ها می رفتن اونجا می شستن، طلبه ها بیشتر ترجیح می دن برن قم، مگه اینکه معذوریتی داشتن، مثلا پدرش هم آخوند بود در تهران بود، اون هم می خواست در خدمت پدر باشه، مثل بچه های مرحوم آیت الله کاشانی، بهبهانی،
چهل ستونی، اینا بعدن آلاغا یا سعید، اینا تو مدرسه رفته بودن. یه شابادی بود، یکم سپهسالار که اینجا خب سپهسالار سابقه بیشتری. سالا کردنش مدرسه مطهری و اومدن مدرک گذاشتن، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا. این مردک رئیسی حتی در این حوزه یا حسینیه یا اسمو چی بذارم، در اینجا یک سال هم نرفته اونجا که بگی آقا این مدرکش متعلق به اونجا، یه سال رفته درس خونده، یک سال هم نرفته، کارشناسی نگرفته، کارشناسی ارشد نگرفته. همه رو اومدن براش حکم نوشتن. وزرای آموزش عالی دستور داشتن که بیان براش امضا کنن. مثل همون قاتل معاونش این کارو بود. به هر حال ایشون در یک روز با یک سوژه با دختر خانمشون از مدرسه سپهسالار یا مطهری مدرک می نگاه کنید. سید حسین صفایی استاد ناظرشون بوده، دکترای پی اچ دی. سید ابراهیم رئیس و ساداتی دکترای حرفه ای پی اچ دی، عنوان تعارض اصل و ظاهر در دادرسی اسلامی و حقوق موضوعه ایران. درسته؟ دردناکه. حتی استاد محقق داماد حاضر نشده این شاگرد و استاد راه نماش بشه. دومه مالی چیه؟ مالی دختر خانمشون، مقطع تحصیلی دکترای تخصص پی اچ دی. در چه روزی؟ تاریخ دفاع 26 فروردین 92، یعنی در همون روز آقا جان دانشجو مریم و سادات، مریم و سادات خانومم میاد و مدرک. حالا هر دو مزین میشن به این آقای سید ابراهیم رئیس سادتی، دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه. خدا یا رضا شاه دانشگاه درست کرد چه جور، با چه اسادیدی؟ اینا سر هر چهار را به جای بقالی دانشگاه درست کرده. وقت از این دانشگاه ایشون دکترا میگیره و وقتی که به حق مهر علیزاده بهش میگه مردک تو تصدیق شیش دادی، عصبانی هم میشه، به خدا واگذار میکنه. نسل جوان آشنان به رموز کامپیوتر غیره میتونن برای تحقیق کنن. معلومه خب اون تو گذاشتن برات، عکس رو برات کشیدن، چسبوندن اونجا. این مردک میخواد بیاد بشه رئیس جمهوری ایران. خدا را شکر که بی آبرو شدن، خدا را واقعا شکر که بی آبرو شدن. همین مناظره اول آشکار کرد که اینا کی هستن. همین مناظره اول لازم نیست زیاد مناظرات متعدد برگزار کنید، نگاه کنید دکترای دخترش هم ببینید که اونم جالبه، یعنی همشون پدر و دختر در یه روز با هم. بله اینا مال دکترای دختر گرامی شد، در یک روز دفاع کردن، در یک روز هم دکترا. موضوعش چی؟ یکی بوده. موضوع دکتراشون هم یکی بود. من معتقدم باباه هر رو دست دختره نوشته هر چی بوده، بله باباه هم چی شعوری نده. پیدا کردید این بانوی رئیسی رو؟ این خیلی جالبه، گوش بدید که در زبان انگلیسی چنین موجودی تا حالا خلق نشده و ایشون میخوان بشن First Lady of Iran. نگاش. Hello. Hello everyone. Thanks for giving me this opportunity for present my paper. Before of all, excuse me for limited in speaking English speaking, and is the best idea to this meeting different lands or similar ideas from different lands in Islam as Jewish as Christian, focus on prophet family, no prophet as a person. Prophet family, for example, Hazrat Musa and his brother and his mother
and his sister and his wife focus on Prophet's family. شما فکر کنید این خانم دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، این دانشگاه ملی سابق، که چه اساتیدی داشت، چه آدمای نازنینی در اونجا بودن، متخصص زباندان. این آبجی خانم اینقدر به خودش اجازه میده بره در برلن و با سخنرانیش تمام حاضران اونجا رو به خنده و در این حال عصبانیت به چون چی میگی زن به فارسی بگو، اینجا مترجمه، چیزی که تو آلمان خیلی پیدا میشه مترجم فارسیه. این چه آبرو ریزی بود که کردی؟ تو میخوای بشی فرست لیدی؟ خدا شاهد همسر یک سپور بهتر از این حرف میزنه. یه نفر سه ماه کلاس زبان شکور رفته بود بهتر از این حرف میزنه. این با آقا جانشون با آقا شمسل محترم میخوام بیان مثلا برم مسافرت. آقای خاتمی همسرش هم زبان میدونست، هم آدم محترمی بود، از یه خانواده بزرگ صدر بود. حتی همسر هاشمی رفسنجانی خانم مرعشی، بالاخره دختری آیت الله بود، حرف زدنش هم خیلی از این خانم بهتر بود. من دونه دونه اینا رو میدم. آقای خامنه‌ای که همسرش رو حبس کرد، زندانیش کرد، ولی خانم خجسته اونم زن اجتماعی بود، خوبم حرف میزد. روحانی هم که زنش رو کرد تو خونه در و بست، اینم آقای روحانی. اون آقای ظریف واقعا باورم نمیشه همسر او که یه آدم روشن فکر زباندان کامپیوتر دان باشه، عین لچک به سر کلفت خونه کرده از تو خونه. این صیغه و روش نگاه جمهوری ولایت فقیه به زنانه. باری امروز یکی از قوم و ظالمین و شیاطین به جافتانه نه به گور سپرده شد، علی اکبر محتشم. من اگر راجع به علی اکبر محتشم برای شما هرچی بگم کم گفتم. ایشون یکی از این جوجه طلب بود، خیلی خوشگرافی بود، اینجوری نبود که این شیطون شده، واقعا در سیما هم مجسم میشه انسان ها، عادتشون اخلاقشون، اصلا این ریختی نبود توی عراق که بود. آقای خوینی ها یک کتاب فروشی داشت تو بغداد که مقر توده ای ها بود، همین مدن. اینم علی اکبر محتشم پور از جوجه طلبه های جوانه خوشیمایی بود که دور آقای خمینی جمع بود و حالا پای درسش میستن کاراشو میکردن. این با آقا مصطفی یک نزدیکی دوستی داشت، بعدم با احمد آقا، وقتی احمد آقا با اجازه مرحوم هویدا جواب پاسپورتش هم درست کرد و بلیطش هم داد و پولم بهش داد و پیش بابا، این آقا با خیلی نزدیک بود با احمد آقا. گاهی اوقات تلفونا رو به جای آقای فردوسی پور او برمیداشت جواب میداد وقتی ما زنگ میزدیم. پاریس هم همطور بود، پاریس هم رفت خونداری میکرد، غذا رو میورد میذاشت جلو آقا، چایی میورد میذاشت، با آدم ها صحبت میکرد و یک مایه چپ هم داشت، چپول بود در واقع. و نشانه های از این بود که این آدم ارتباطی احتمالاً با روسیه داره، با شوروی اون وقت. در ایران اون اول انقلاب اینا رفتن تو دستگاه قضایی، هم خوینی ها رفت هم او رفت. بعدن هم که خب میدونیم سر و کلش در وزارت کشور پیدا شد که اون 4 سال چه کرد، ولی مهمترین بخش مأموریتش سفارت ایران در سوریه. مرحوم آقای دکتر روحانی از قضات برجسته از سوی آقای مهندس بازرگان رفت به سوریه، ولی خمینی تحملشون نداشت. 4 تا از آخوندها رفتن گفتن آقا این به موقع نماز نمیخونه. خلاص محتشم بود، محتشم پور در سوریه گروه عمل رو صدا زد و از این به بعد امامتون امام خمینیه، نه امام صدر. امام صدر رفت خدا رحمتش کنه.
این خیلی برخورد ایران. حسین الحسینی دبیر کل عمل گفت این حرفو یعنی چی؟ امام صدر زنده است برای ما و ما پیرو راه او هستیم. خب پیرو راه اون هستیم. بسیار خوب. رفت عمل اسلامی رو درست کرد در بعلبک به ریاست آقای حسین موسوی. و آقای حسین موسوی که اون وقت معلم بود در اونجا بود شدن رهبر عمل اسلامی. ولی اینم کفاف نداد، نتونست هدفهایشون رو بیاره. چه کرد؟ صبحی توفیلی یه شیخی که نوکر اینا بود و از نجف با آقای خمینی آشنا بود، صبحی توفیلی رو برد کرد رئیس حزب الله، حزب شیطان رو درست کرد و بعد حزب الله گوش به فرمان او آدم میکش، آدم میرو بود، تمامی آدم ربایی های لبنان به فرمان او و توسط حزب الله انجام گرفت. آدمایی رو که کشتن، یه بار همین دوست ما محمد خاتمی رو که الان هم دزدیدن بردن ایران، در بیروت امام مقنیه دزدید که تو حزب الله بود و مدتی زندانی رو شکنجهش کرد و تحویل رژیم داد. و نمونه های دیگر، تری وید کسان دیگر رو آقای محتشمی پور عاملش بود. وقتی هم برگشت به ایران قصاب خمینی موند، گفتم وزیر شد و نماینده مجلس شد و چاله بود رئیس فراکسیون اصلاح طلب مجلسشون بود. خیلی دردمند، خیلی دردمند. ولی این چپول آدم کشا بعدن اصلاح طلب شدن. حالا چون با آقای خامنه‌ای درگیر شد، ایشون یه مجله در بود. تو مجلش 5-6 شماره در اومده بود، یک شعری چاپ کرد که زیرا به شد در. شعرش این بود: ما را چه شد که هادی اعور گرفتیم، یا نسخه مثل رهبر اعور گرفتیم، شیر خدا نهاده سر خر گرفت. روشن بود، به خصوص اگر اول ابیاتم به هم میچسبوندی و که بالاخره یه جوری خامنه ای توش بیرون میمند. دستور دادن مجله رو بستن و آتش زدن و ایشون هم احضار کردن و تهدید کردن و ناسزا گفتن و تا حالا آقا به خاطر مرحوم امام ازت میگذره برو بشین تو خونه. رفت تو خونه ایچست به کار اجدادی. چی؟ روزه خونی. سال یکی دو روزه خونی داشت خونه چهار طبقه بسیار شیک. این دختر عموش هم که همسر آقای تاج‌زاده است و او برخلاف این پسر عمو بانوی با شعوریه، با فرهنگ. و این آقا نشسته بس روزه خونی و قرقر زدن و گعده های آخوندی و شبا دور هم نشستن و تا اینکه آخری هم که دلبسته شدید گل کوکنار و افیون شده بود که بساطشون شب پن میکردن و مشغول بودن به حکومت و سیاست هم کاری نشد. حالا کرونا گرفتن او برای من یه معما. چرا؟ چرا همه اینا که از آخوندا کرونا میگیرن از مخالفان رژیم هن؟ چرا باید علامه خسروشاهی جسدش 7 روز گوشه قصالخونه قم یک مقوا بیفته؟ چرا؟ از کرونا. یا خود ایشون چرا باید کرونا اینجوری؟ نمیدونم. ولی به هر حال، به هر حال آقای محتشمی پور باید پاسخ اون جنایات رو میداد. همینجوری که نمیشه شما بیای هر کاری دلت میخواد بکنی بعدم بای به خدافظ. نه، یک اصل و ربطی در جایی هست که سرانجام باید رو جواب. حدیث نیکو بد ما نوشته خواهد شد، زمانه را قلم و دفتری و دیوان. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. ایرزا نوریزاده. آفردا همه شما را به پروردگار عاشق بده باد.